باربارا بوش، همسر و مادر 41مین و 43مین رؤسای جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه 28 فروردین برابر با 17 آوریل در سن 92 سالگی درگذشت. خانم بوش به واسطه خدمات و فعالیت‌های خستگی ناپذیرش در امر سوادآموزی به بانوی اول سوادآموزی در تاریخ ایالات متحده شهرت دارد. دونالد و ملانیا ترامپ، رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا، در بیانیه‌ای از خدمات باربارا بوش تجلیل کردند. گزارشی ببینیم از سامان پژوهان. کتاب زندگی باربارا بوش، یکی از پرسابقه ترین زنان وابسته به رؤسای جمهوری در تاریخ آمریکا، روز سه‌شنبه 17 آوریل بسته شد. خانواده بوش در بیانیه‌ای جهت اعلام خبر درگذشت او، بدون ذکر جزئیات بیشتر، گفته از خانم بوش در سالهای اخیر از نارسایی قلبی رنج می‌برد. خانم بوش در روزهای اخیر با توجه به وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی خود، تصمیم گرفت به معالجه ادامه ندهد و واپسین روزها و ساعات زندگی خود را در خانه و کنار خانواده به سر ببرد. باربارا پیرس بوش در سال 1925 شهر رای در ایالت نیویورک متولد شد. در یکی از ایام کریسمس در سن 16 سالگی با جورج اچ دبلیو بوش آشنا شد و 18 ماه بعد ازدواج کرد. وی به اندازه‌ای نزد جورج بوش پدر عزیز و گرامی بود که 41مین رئیس جمهوری، سه فروند از هواپیماهایش را به اسم او نامگذاری کرده بود: باربارا، باربارای اول و باربارای دوم. از باربارا بوش به عنوان شخصیتی متواضع، مصمم، رک‌گو و بی‌پرده، بسیار وفادار و علاقمند به تحصیل یاد می‌شود. خانم بوش از طرفداران سرسخت سوادآموزی بود و معتقد بود که همه باید خواندن و نوشتن بدانند. باربارا بوش دارای 6 فرزند از جمله جورج دبلیو بوش، 43مین رئیس جمهوری آمریکا بود که هر یک به نحوی در صحنه سیاسی آمریکا نقش دارند. موهای سفید خانم بوش زمانی به سراغش آمد که پاولین، دختر 3 ساله‌اش، را به طرزی تراژیک در اثر ابتلا به بیماری سرطان خون از دست داد. از جمله گرانبهاترین میراثی که از خانم بوش به عنوان یک فرد مستقل به جا مانده، علاوه بر انتشار چند جلد کتاب، تأسیس یک بنیاد و تدوین یک برنامه سوادآموزی است که از 30 سال پیش با یک سرمایه 110 میلیون دلاری در راستای ترویج سواد در ایالات متحده راه اندازی شد. جورج اچ دبلیو بوش در راستای مرگ همسر خود میگوید: وقتی به آسمان تیره مینگرم، به دوستانی که از دست دادم، به کشور و زنی که عاشقانه دوستشان دارم می اندیشم. سامان پژوهان، صدای آمریکا.